رسیدمش در کافه های خسته در شام غریبان بود و میخوردیم لبها را با شام غریبان بود و میخوردیم لبها را. آلمان یه سری بچه ها رفتن فرانسه، اصلا اون جمع دوستی ما همشون از همدیگه جدا شدن و دیگه هیچ وقت بعد از اون همدیگر ندیدیم. اون اکیپی که بود. بچه ها سلام، من لنا هستم و خیلی خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه توی کانال یوتیوب من. امروز قراره که به یکی دیگه از ترک های شاهین عزیز ریاکشن برم. من توی ویدیوی قبلی چند تا نظرسنجی گذاشته بودم و بچه ها ترک آخرین بوستر رو خیلی نوشته بودن و گفتن که حتما خوشت میاد. امروز میخوام به ترک آخرین بوستر ریاکشن برم. بریم و بیایم تا ویدیوی امروزمون رو شروع کنیم. که بخوام ویدیو امروزمون رو شروع کنم، ممنونتون میشم اگر تا حالا کانال منو سابسکرایب نکردین، کانال رو سابسکرایب بکنید. ممکنه سابسکرایبتون پریده باشه، چک کنید که سابسکرایب داشته باشید کانال من رو. اگر ویدیو رو دوست داشتین اونو لایک کنین، شیر کنین. اگر دکمه زنگوله رو هم بزنین اولین نفری خواهیم بود که از ریاکشن بعدی من خبردار میشید. و اینکه موزیکای پیشنهادیتون رو توی دیسکورد پیشنهاد بدین، کانالای اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی منو مثل دیسکورد دنبال بکنید. و اینکه خیلی دوستتون دارم، مرسی به خاطر کامنت‌های خوبتون، به خاطر انرژی های مثبتتون، واقعا ازتون ممنونم بچه ها. خب دوباره میخوام امروز ریاکشن به ترک شاهین داشته باشم. این ترک سال 2020 منتشر شده، یعنی پارسال، از چیزی که کانال خود شاهین نجفی عزیز دارم میبینم. و موقعی میشه که شاید من کانال رو زده بودم ولی نمیدونستم که همچین ترکی هست. خلاصه که خیلی طرفدار داشته و مثل اینکه با بابک امینی فیت هستن یا با هم دیگه اجرا کردنش. ریاکشن امروزمون رو شروع می‌کنیم. کاورش خیلی باحاله، یه حس آرامش ترسالودی داره میدونی. و اینکه حتما اگر هنرمند مورد علاقمون رو می‌خوایم حمایت کنیم، بهترین کار این هستش که موزیک هاشون رو از کانال های معتبر که اونجا آپلود کردن تماشا بکنیم. من خود کانال شاهین نجفی رو انتخاب کردم واسه این ریاکشن و لینکش رو هم توی دیسکریپشن براتون میذارم. خب بریم که موزیک امروزمون رو گوش کنیم. آخرین بوسه به نظرم عاشقانه است ولی شاهین نجفی ترکای سیاسی هم زیاد داره. بریم ببینیم این چیه. با گیتار فکرم بابک امینیه. من بابک امینی رو میشناسم به خاطر یه سری ویدیوهایی که توی شبکه‌های اینترنتی پخش هستش و اینا، از قبل پیشینه ای ازش دارم و کلن میدونم که گیتاریست خیلی خوبیه، خواننده هم هست. بابک امینی رو من تو مهمونی ابی دیده بودم، اونجا هم دیده بودم. ابی رو خیلی دنبال میکنم. بوسیدمش در جاده های مرده ویرون، بوسیدمش در کوچه های پشت لیلا کو، بوسیدمش ای زیر ابر کبودی که توی خیابان های خیس لنگر دیکر. بچه ها خیلی عالیه، وای چقدر غم صداش، بغض صداش، وای خیلی صدا پرفکته، گیتار پرفکت، وای عالی بود عالی بود. هیچ بیت دیگه ای نداره، انگاری که دارن توی یه مهمونی یا توی یه جای خصوصی گیتار میزنن و شاهین میخونه. چقدر صداش قشنگ بود، چقدر از عشق با یه زاویه دیگه ای نگاه کرده بود. تمام صحنه هایی که معشوقش رو بوسیده داره تیکه تیکه میگه، جاهایی که رفته. لنگرودش منو یاده، بچه لنگرود مال رشته یا مال گیلانه؟ من شهر رشت رو میشناسم، قبلنا خیلی سال پیش اونجا دیدن یکی از دوستام رفته بودم و خیلی شهرش رو گشته بودم، خیلی جایی با صفای قشنگه. بخونه سن کن زیاد استاف نکن، دوست لنگرودی هم داشتم. من مثل ابر خسته از باران،
بارید از من مثل ابر خسته از باران. چقدر قشنگ بود اینجا. ابری که از بارون خسته است، دوست نداره شاید دیگه بباره، ولی ناچاره که بباره. قشنگ بود. عاشقانه ای که خسته از باران دل آدمو یه جوری میکنه. این عاشقانه بارید از من تا خود استخر لاهیجان. خندید با من در جدال گرم بازی ها، خندید با من به تمام آلومازی ها، خندید با من در مسیر رفت و برگشت، خندید با من در تمام پارک های رسیدمش. وای چقدر خوب بود. دوست ندارم استوب کنم، ببخشید که استوب کنم، ولی من پارک های رشت رو یادمه. یه پارکی بود که نزدیک یه دانشگاهی دانشگاهی هست. من گلسار رو یادمه، نمیدونم تو کانال بچه های رشتی داریم یا نه، ولی من گلسار رو یادمه. یه دانشگاه داره، دانشگاه علوم پایه. بعد یه خیابونی هست، یه خیابونی که وسطش یه بلوار پر از درخته. یه پارک هم نزدیک اونجا هست که یه دونه ساختمون قدیمی توشه. من انقدر توی اون ساخته توی اون پارک و اون اطراف اون ساختمونه با بچه ها پیاده روی کردم که نگو. وای انگاری همه خاطرات من از شما. وای چقدر بغض کردم، یاد دوستام افتادم. هیچ کدومشون کانال من ندارن، هیچ کدومشون نتونستم بعد از اون پیدا بکنم. چقدر قشنگ بود، چقدر قشنگ بود، لعنتی عالی بود. در تمام پارک های را سیدمش، در کافه های خسته در بوسیدمش، از غم جلوی در به دانشگاه. وای بچه ها خدایی، انگار تک تک صحنه هاش برای من اتفاق افتاد. دانشگاه رشت و من یادمه اتفاقای اونجا با بچه ها. من بغض کردم، مثلا با توی ناهنشا بغض کردم. خیلی عاشقانه قشنگی بود و من انگار پرتاب کرد به 6 سال بیشتر، 7 سال 8 سال یا نه بیشتر، بازم بیشتر، 10 12 سال پیش، موقعی که تازه فهمیده بودم اصلا مسافرت یعنی چی، دوست یعنی چی. وای خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. در به دانشگاه بوسیدمش، در رود سر بر ماسه های دار بوسیدمش، در شهر بعد از خوردن شلا. اولا که صدا عالی، موزیک عالی. وای خیلی عالی. ببخشید که اینقدر پاوز میکنم، ولی اینجاش من یاد یه چیز دیگه انداخت که طرف اون کسی که کنارش بوده، طرف مقابلش تو تمام مشکلات، سختی ها، عاشقانه ها، مسیر ها، همه رو دونه دونه جای جایش رو داره صحنه سازی میکنه. به نظر من کتاب عاشقانه است، کتاب رمان متن عاشقانه است که داره قشنگ همه اتفاقی که افتاده میگه. چقدر از یه زاویه یه قشنگی به عشق نگاه کرده. من تا حالا ندیده بودم کسی از این زاویه عشق نگاه کنه. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. عشق من و او بود سینما.
واسه این مردم ایران این سینما رفتن خیلی نوستالژی جالبیه و هممون فیلم گاه بدونیم اون کسایی که تو ایران بزرگ شده باشن حالا میدونن و اینکه خیلی قشنگ بود، چقدر انگاری که با گوشت و خونت حس میکنی چیزی رو که داره میخونه، چقدر خوب میتونه ارتباط بگیره. خیلی خوشم اومد. خیلی گیتار اصلا عالی، بابک امینی کارش فوق العاده است اینجا. در سینما که شاهده یه زد که بزنم آقا، اگرچه ترس هر سو بود، ترس هر سو. در سینما که شاهده عشق من و او بود، بوسیدمش هر شب سر بلای صد ساله، بوسیدمش تا ساله دریای چه خاله، دمش تا ساحل دوان دفعه دریایی تم خاله. اصطلاحاتی که داره میگه فکر کنم روستاهای شمال من ندیدم خیلی هاشون، اصلی هاشون حالا یه سریاش یادمه، شهرهای کمی تو ایران گشتم و یکاش اون موقع ها کانال یوتیوب داشتم و اینا رو همه رو ویدیو میگرفتم. الان خیلی حسرت میخورم. بچه نمیدونم چند سالتون هستش که دارین ویدیو رو میبینین، سعی کنید از همین الان تو همین سنی که هستین خاطره بسازین. هر جایی که میرین ویدیو بگیرین، هر جایی که میرین عکس بگیرین، فکر میکنید که شاید ارزشی نداشته باشه، اما 10 سال که بگذره مثل من حسرتشو میخورین که ای کاش از اون سالی که شمال بودم یه عکس خوب داشتم، یه فیلم خوب داشتم، ای کاش از دوستان فیلم گرفته بودم الان تماشاشون میکردم. این ترک اصلا یه جوری بود برای من، خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. شدیدن یاد دوستام افتادم. بوسیدمش تا ساحله دریای چه خاله، بوسیدمش در روزهای تلخ و سختی که، بوسیدمش بر کنده خشک درختی که، سخت و غریبانه گذر کردیم شبها را، شام غریبان بود و میخوردیم لبها را، شام غریبان بود و میخوردیم لبها را. بچه شام غریبان تا جایی که یادمه همون شبیه که همه شم روشن میکنن توی کوچه خیابون و اینا، فکر میکنم آره مال شب بعد از اتفاق عاشورا تو دین اسلامه. و اینکه حافظه تاریخیشو نمیدونم که چرا این کارو میکنن، فقط میدونم که این کارو انجام میدن و انگار شب آخریه که با همن بعد از اتفاق حالا عاشورایی که میفته، فکر میکنم که اون شب آخرین شبیه که اینا کنار همدیگن و از فردا جداشو میکنن، حالا اون لشکر و اون آدم ها رو. این هم فکر میکنم استعاره از همین بود که تو آخرین شبی که با هم بودیم چی شد که جدا شدن، تو آخرین شبی که با هم بودیم به جای اینکه حالا چیز کنیم فقط در حال بوسیدن هم بود. خوردیم شام مردیم شبها را، شام غریبان بود و میخوردیم لبها را، با قلبای خسته عالی به حالی من، با آن نگاه لحجه بغض شمالی من، بوسیدمش در کافه آیه خسته در را، بوسیدمش از غم جلوی درب دانشگاه، بوسیدمش در رود سر بر ماسه های دار، بوسیدمش در شهر بعد از خوردن شلا. تموم شد، تموم شد. بچه ها این ترک فقط یک
عشقی بود که صحنه سازی شده بود. چقدر قشنگ بود، خیلی خوشم اومد، خیلی بی نهایت. یعنی الان این رکورد تموم بشه تا خود شب من اینو توی گوشم پلی میکنم. خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. دمتون گرم که انقدر ماهین، انقدر خوبین، انقدر موزیکای خوب به من پیشنهاد میدین. من از شاهین نجف میگم، همیشه هم گفتم یه سری ترک گوش کنم و هیچ کدوم اینا نبوده. خیلی عالی بود، از این واقعا خوشم اومد. و اینکه دوست دارم که زندگی نامه شاهین نجفی رو تماشا بکنم. اگر ازش ویدیویی ساخته شده از زندگی نامش، برای من توی کامنت ها لینکش رو بفرستین، چون برام خیلی جالب. اگر دیدین یا میدونین یا همچین چیزی هست، خب تو ویکی‌پدیا و این طرف اون طرف ممکنه پیدا بشه، ولی بعضیا زیاد اعتمادی نیست به اون چیزی که منتشر میکنن. خیلی دوست دارم درستش رو ببینم که چیه. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید و ببخشید اگر وسط ترک مقدار احساساتی شدم، چون برای من واقعا این ترک انگاری که با تک تک ذرات وجودم گوشش کردم، چون خیلی برام خاطر انگیز بود، خیلی زیاد. و دقیقا دورانی بود که من دوستان زیادی تو اون دوره داشتم، بچه های زیادی بودن. ما یه روزی کافه توی تهران جمع شدیم و گودبای پارتی گرفتیم که من هنوز اون گودبای پارتی رو یادمه. هر کدوم بچه های ما رفتن یه کشور، یه سری یه چند از بچه همون بودن که رفتن آلمان، یه سری بچه ها رفتن فرانسه. اصلا اون جمع دوستی ما همشون از همدیگه جدا شدن و دیگه هیچ وقت بعد از اون همدیگر ندیدیم. اون اکیپی که بودیم خیلی عالی بود بچه ها، خیلی خوش آمد. دمتون گرم، خیلی عالی بود. خیلی خوشحالم که شما رو دارم و برای من یک دنیا ارزش دارید بچه ها. اگر از ویدیو من خوشتون اومد، از کانال خوشتون اومد، چنل رو سابسکرایب کنین، کانال منو با دوستاتون شیر کنین، برام کامنت بذارید. کامنتاتون رو اگر فارسی می‌نویسین یه دونه ال اولش بنویسین که کامنتاتون نپره، شما رو ربات تشخیص نده. و اینکه توی شبکه‌های اجتماعی با من همراه باشید، چون یه عالمه خبرهای باحال اونجا میذارم و باهاتون بیشتر میتونم در ارتباط باشم به نسبت کامنت های اینجا. مرسی مرسی مرسی، خیلی دوستتون دارم. براتون یک عشق جاویدان آرزو میکنم و اینکه حتما یادتون باشه از صحنه های زیبای زندگیتون فیلم بگیرید، عکس بگیرید تا میتونید خاطره بسازید. این خیلی قشنگه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون باشه بچه‌ها.